جون من. آقا چی شد سرت جون؟ والا من برنامه بود پیش سارا بخوابم، نمیدونم شماها یهو برنامه‌تون عوض شد یهو. اینقدر که تو گفتی من میخوام پیش علی بخوابم، من دیگه گفتم من خب منم میرم پیش سارا دیگه. نگاهشون کن. بات. قفلم داره درات؟ نمیدونه. علی واقعا لخ شده. به خدا واقعا لخ شده. علی. چی دیگه داری؟ بالش داری تو؟ ما هم بالش داریم اینجا. این گربه آقابی رو اینداش باز کردی برای خیلی میمیرین از سرما تا صبح. بخواب نه من دوتایی دارم. یه چی دوتایی داری؟ دو پر دو بخواب عزیزم این فندق تا صبح از بغل ما تکون نخورد. بیا جی 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 عشق شادی شامو نگاه کن که واسط میشه کرچیکه چیکه کامه همه رو بیا شیرین کن بیا کیکو ببر تیکه تیکه. فندق چی میگه؟ بلند شین بلند شین جی 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 جینگ پاشین یکی بعد از ظهره شما اگه نمیخوای ویدیو بگیری یک شده؟ بله وای چه نور بدی اقاب بده میاد از نور اینطوری اقاب بده میاد بابا یه شب کدی خوابیده تو بخواب پاشین ببینین چه روز قشنگی من یه کدی من نخوابیده چرا؟ مریضه. گفتم که من وظیفه کتی رو به عهده بگیرم یه امروز به خدا عروسی هم روز صبح پاشین ببینین چه روز خوبیه چه روز قشنگیه چوش کردم چی؟ علی علیم چی شد دیشب؟ خیلی تو پاقه خطنده کنید که تو بیدن نگید همیز چال کنه همیشه همه چال این بچه فندورم تا الان خواب بودا واقعا تو چرا بلند شدی؟ بابا ساعت 10 صبح بلند شین بیا قربونت برم بیا بریم دستشویی وقت بوده دستشویی بخواه آورد در سلاده من فقط بود خب صبح شد و سرخیزان که البته چه عرض کنم خب صبح شد من خودم رفتم بیزن دوازه آینه آبگوره حالا دمت گرم آینه آبگوره هفت سنگ آبگوره من یه دوازه آینه ببین از گل بگیرم حالشو ببری گل می روید زبا گل آره من روشنش
اینم که بیا بابا ببین الان دیگه تمام آدمایی که بعد موهای تو رو نباید اینجوری ببینن دیدن ها خب املت هم باید درست کنیم و نه نه خوبه آقا ما غلط موهای تو رو نمیگه موهای من رو خوبه آقا خوبه ابروهات هم اینجوری درست چرا من خواب بودم و من چرا یه خواب زود بلند میشی تو؟ بریم که املت رو داشته باشیم بریدی؟ وای یعنی چی پوستش دارم؟ ببینم ریخ تو گوجه ها پوستش چجوری؟ بذار ماشش کنم ببینم ببینم بیا اینجا نشون بده Why your team in the World Cup? No. یعنی شیر عادی داری واقعا؟ فقط؟ تو باید اینقدر میریزه من دیگه من نمیریزه من هم همونجوریم من لکتوز میکنم من هم لکتوز میکنم بخواه تو سر این لکتوز میکنم چرا من رو کنیم؟ مشکل ندارم آنش طرف منو خوبی شما؟ اوکی آینه آینه اصلا من رو نگاه میکنم خیره امروز خیره سلام میکنی نگاه میکنم نه یه تو فقط سلام کردم دیشب نبودی دلش تنگ شده دیدم شاید اتفاقی افتاده نگاه کردم توقع چرا نگاه برد میکنیم این نگاه میکنه همش اینقدر بعد نگاه برد میکنی بهش ای تو رو بگیر تو بدم چی بدم تو بخوری خوشگیه بسته که دیگه چی نمیخوره چرا دیشب چی شم نشد چرا انقدر صبح زود بلند شدیم من بدم بچه چون انقدر دوست دارم مثلا اینجوری زحمت میکشه آفرین همه نگاهش کنیم به من شما خب صدف همون شدیم برای خود درست کن سارا برای خود درست کن درست کنم من الان همین برای صدف هم درست کن باش ما شما رو برای تو دادی به من واقعا اون تخته ها رو با جز این کادایی بود که شما دارد 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 دست درد نکنه خواهش کنم گوزای خودش از خاطرش میده آخه گوزای بقیه اصلا نمیده دیگه چیزی خاطر من بمونه سوسماس کلمن یرته نه این شب اوکی عجب جوابی سوسماس آقا گرفتم تو دیگه همه تون خیلی زحمت کشیدیم نمید چی؟ خیلی کادوی شما رو بابا این گرشبه یه چیز دیگه میگه سوش ماز درشبه گوز علی بود گوز علی و گوز تو گوز واقعی رو یه خب چی نجو چی؟ نجو چی نها بگی؟ در راجبه باور کنم رفت تو یه روزی بشه تکه کلامت وای بلا ببین که این بد دارم بابا لغت درستی من خودم تو لغت کی؟ به نظرم درست بود اصلا یادشون رفت اینو بذارم شما کدومتون اول آوردین؟ تو آوردی؟ مطمئنی؟
معلومه این من رو بگه کنسی میکنم یا اینم خوش نمیدونست میگه آره میگی تو هم با کتی که یه سی لغت های خیلی عجیب غریب تر از من ساده پرگرم میکنم کلا وکبلری کتی مختص به خودش نه من کتی بذار دوستای دبستانش خدا بود خیلی فکر نمی کنم مثلا اسمشیه دوستار به این بگیم مثلا اسقر آره من فکر می‌کنم مثلا اگه به راحتم چون من یادم میاد میگه آره من مثلا چیز میکنم مثلا سر کارم بچه‌ها رو من همینطوری صدا میکنم مثلا اون اگه فرانکفورت من چیز میفرفری خب دیگه مثلا اونم عادت کرده دیگه سر دیگه چی نباید بخورم بچه املته چطوره سامی؟ ده از ده واقعا ده از ده من ده از ده سوختشو میخوریم من اتفاقا بقید همین دوست شدم تو رو خدا سوختشو نکنیم ده از ده روشو بخور روش خوشمزه است زیرش بخور نکنم بچه ها نامه بده ده از ده پنج از ده آرچاشو میتونید سفر از ده این دست محمد خیلی هم ببرید به نظر من عدسی هم خوبهش ده هزه که نمیشه من روش بوده هزه راست نخوردی اینو بگیرم من شیست داشتم برای من این شوره من چون دوست ندارم خوش دو نمره کم میکنه همون وافل هم که خودش درست نکرد چیه دوست نداشتی؟ من اصلا عدسی دوست ندارم برای من این نمره کم میکنه دو نمره اوتوماتیک کم میشه اینه مثلا اگه دوست نداشته بکنم اون وقت تو بفرمایید چه مسخره میکردیم اصلا خوردی؟ یک میدی؟ میگه من خوردم دو نمره کم میشه به خاطر اینکه سلیقه مخاطب رو از دست داده. سامی یه امتحان بکن اینا. سلیقه مخاطب این تو نیستی. یه قاشق من بدیم. قاشق اونجا. امتحان کنم. خیلی همش بزنم یا علی الان این میدوه دوباره خوره اونه. تنده؟ نه. شوره؟ تنده. یه این فکر نمیتونم بخورم بیا این قاشق تمیز. سیب زمینی داره یه نمره دیگه اونی خودم بگیم چی داره اونی قبل از اینکه بخوریم تنده یه نمره دیگه خیلی تنده به خدا تنده نمک بابا تو به یه فرمانشان دو میدی از نمک سوزون من اگه میخواستم یه تند کنم که خیلی تند میشد این الان فلفل سیاه داره الان تو مشکلت با این چی بود که مثلا تو تنده خب اصلا فرض کن تند بعد از اشم صرفه علاسه سیستم خب اینا که ایراد غذا اگه بخواد ایراد بگیری خب علاسه سیستم نه نیست من میگم اگه یعنی تو پس مشکل تو عدسی نیست تو هی داری ایرادای مشکل تو من این قیافه یه چیزی اگه خوشش نیاد دم نمیاد نه ولی خوشمزه بود ولی همین من 5 تا بعد الان سام برای عدسی داستان داره نه ولی داستان داره برای عدس آها بگو داستان عدسی بگو داستان عدسی ندارم داستان عدس رو دارم با عدس من خاطره میارم منم دارم عدس مدس بگو آه حالا الان اسا شدی عدس مدس یه توپ دارم قلقلیه من یه عدس دارم قلقلیه تو دایی مکن چی میگی؟ آها من اونو با یه داستان دیگه شاید دارم عدسانه خوب دیگر بگو برم اون بگو اصلا بگم از ما بگو نمیدم چیو میگو من انگوره رو میگم بعد از رد رو بچه رو لطفا این قبله من خواهیم نخوب من مامانم گیر میداد نه مامانم گیر میداد که یه توپ دارم قلقلیا رو بخونم که من میخوام عدس مدس بخونم مثل اون موقع ها صدام رو زفت میکردم میخواهی کجور بودیم مامانم گفت نه حالا یه توپ دارم قلقلیا رو شفه بود زمان تو البته ولی من خیلی کوچیک دارم چرا خیلی یه چست اون به تاماکس اونه بود بعد مامانم میگه حالا بخون خیلی خوب عدس مدس بخون ببین من کل یه توپ دارم قلقلیه رو خوندم تمام توپاشا گذاشتم عدس خیلی کوچولو بودم مثلا چه نم شاید سه سال اول گرم چیزی آره بعد به من میگم که تو من خیلی خوب هستی ولی سارا هم سارا یه لول به صورت فرمال هست آره من کژوال من بچگی بودم و کودکی شیرین من سعدی اپرشن نه اون موقع دربم بودم هنوز یادم یه یعنی شب جاله تو میتونی گفتم بودم عدس پلو درست کرده بود با کشمیش و اینکه من اصلا شام بخوریم وقتی کشید برای من مسئول کنه نبود من اومدم بخورم و گفتم که من دوست ندارم گفتم که من کشمش که اصلا خوشم نمیاد طعم بدم میاد گفتم من این غذا رو نمیخورم هنوزم هیچ کدوم نخورده بودی تا حالا نه خورده بودم بعد کشمش دوست نداشتم تو دهن گفتم من از این خوشم نمیاد من این غذا رو نمیخورم من تمام کشمش رو خوشم که بعد غذا رو خوردم مسعود اومد خونه گوش این ظرف چی میگه گفتش که این ظرف سامه گفته که من کشمشش رو نمیخورم من گوشم جایی میخواد بهش برنج خودت
آسان دوست نداره؟ بعد من گوشت که بیا اینجا و من گوشت که تو دوست نداری؟ گفتم نه من دوست ندارم. گوشت که یعنی تو میگی که از چیز شیرین غذا بدت میاد. گفتم آره من اصلا بدم میاد از غذا. بعد اینجا که پس از فردا شب 10 شب ما عدس پلو با کشمش دو برابر میخوریم و هیچ غذا دیگه هر نداریم بخوریم. به جای گفت 10 شب بعد عدس پلو درست کنیم. آقا 10 شب یعنی 9 شب عدس پلو با کشمش اضافه خواب یه دفعه لگه میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ عمش هم زنگ زده یه دفعه تو اول روز دهم عمش زنگ زده دعوتشون کرده شام مسعود گفته من به شرطی میام که تو عدس پلو مسعود گفته ما نمیایم و اینا عمه گفته نه چه گفته من پس به یه شرط میام که به شرطی که تو عدس پلو با کشمش بپزی و درست کرده و عمش درست کرده و این 10 شب رو خوب اول از همه برای پسر خیلی بده که بگی من یه غذا دوست ندارم خوب چیه از آب در اومدی مثلا بگم که واقعا من تو غذا خوردن و غذا یاد دادن به بچه اینو مثلا هستم که بابا یعنی چی اینو نمیخورم اونو نمیخورم مثلا مثلا ایران شد ببین من برتر شدم برتر شد به نظرم ریاکشنش رو یکم بخواه هر چی میذاری جلوش ریاکشن مثلا و ببین میشه صحبت کرد بابا بچه چند سالت بود؟ من چی بود؟ من نهم اول راهنمایی بودم فکر کنم بچه وای من یه کابوس هم زیر پلو بود زیر پلو چیه؟ زیر پلو درست میکنم با بزردن زیر برنج رو خیلی قوی نبود مزهش همون من اصلا نمیتونم بعد مامان اوله که مثلا با علی با من دوست شده بود اومد خونمون همیشه تو سالاد زیره میریخت تو همه چی زیره میریخت بعد این بیچه همه چی نمیگفت آخر چی شد؟ اونو خوب بود هم زیره پلو نمیدونی چی آخر یعنی برنج رو زیره است فقط؟ مثلا شیویت پلو فرض کن نوازه شیویت تو زیره داری حالا میتونی با مرغ هر خواهچی ولی نمیدونم چرا این کارو میکردم نمیشد به ماهانم میگفتم آقا من خداییش ببین در حد این که اصلا سیاه میشد چشم وقتی ولی من مجبور بودیم سیاه میشد که ناهار اونجا از مدرسه میرفتم حالا چه گیری هم بودن بعد من به ماهانم گفتم آقا یه جوری بگو که زیره رو بی خیال سنتون خدا چون من اصلا نمیتونم روشم نمیشه چقدر مؤدب بوده چقدر مؤدب بوده من مؤدب باشم زود نمیشه با کردم زود بود نه به مادر بوده من نمیگفتم نه بابا زشته زشته تو خود یکم چیزا دوست داری یعنی اینجوری هم نیمه کوزش باشه یک سلول از علی اگه تو بدن تو بود به خدا من میگم من خود علی باشم بعدم میگم بابا مادر بزرگم من چی بهش بگم من به مامانم برام بگم من دارم مادر بزرگ که شد به مامان علی چیکار می‌کنی آفرین من چی زوم بیام رو تو بذار من اونو بگیرم چشای صدفو آفرین همه تون باری کل علی جونم قربونه تو برم من چی کار میکنی الان باره موزیک رو قطع کن حرف بزنم باهات علی داری میری گوف راستیتش این لباس هم میکنم لک بود بعد معلوم شدم لباس گولف رو میکنم که ببینم تو شلوار معلوم نشه چرا همه دارن آماده میشین باری کلا صدف خانم ویدیو های جناب عالی دیگه صدف خانم برای تو دیگه کوشی آفرین ویدیو های جناب عالی آفرین این آینه باش پر نگاه کن سرم گیره بزنم سارا رو بگیرم کتی یا الله بفرمایید چیکار میکنی شما فاضر میشم چرا کسی فاضر میشی بابا به این تمیزی من که لازم ندارم حاضر بشم آره همینجوری تو قشنگم بریم نفر بعدی یالا های کتی چیکار میکنی؟ چقدر ببین بین همه شما نیا که چقدر کتی از همه آرومتر نشسته رو زمین داره آماده میشه بیچاره مظلوم همیشه همسر من داره بهش ظلم میشه همه جا کتی به دوربین سلام کن من برم
مرده دیگه تو نه تو با سلام علیکم من با من شما هم منو مسخره کنید بعد من میام شما مسخره کنید من سلام علیکم چی بح بح خیلی سلام اینطوری مثل همیشه به پیجمون خیلی خوش اومدید خیلی سلام خیلی هم خیلی ها چیزا چرا با بح بح خیلی سلام به پیج ما خیلی خوش اومدید قبلا بود الان خیلی مزه خیلی سلام ببین چقدر این دماغش از اینا داده از این رو بابا هر دفعه اینو یاد بری خب بح بح خیلی سلام به پیج ما خیلی خوش اومدید مثلا شما جو خوشم برگشتیم با یه ویدیو جدید که میگم که بعد من اونجاش میگم اون وقت ما خیلیا رو بعد با صدف بگیم همه بگی خیلیا رو باشه مگه نه بخوای با هم حرف بزنی نه همه اینش اوکیه بگین اوکیه خب به به خیلی بگین دیگه آخه ما نمیدیم توی با چه چیزی ببین خیلی دوم ما میگیم که به پیجمون خیلی خوش اومد به به خیلی سلام به پیجمون خیلی خوش اومدید خیلی بی‌تربیت مسخره میکنن منو اصلا اینطوری نیست من با عشق میگم همیشه میدونی چی میگیم به خیلی سلام خیلی باید روش امفسایز بذاری زنده به پیجمون خیلی خوش اومدید این دفعه برگشتیم با یه ویدیو جدید با دوستان ببین چه مهمونای آوردم درجه یک البته خود مهمون اینجا لطفا نداریم خوش اومدید قربونتون بگردیم ببین اومدیم دو شب خوابیدیم تا بتونیم یه دونه کلیپ بگیریم خیلی خوبه مثلا که امشب هم میخوام بمونم برنامه داریم و چمدون آوردم سامی قصد رفتن نداره در مشه به وزن افراد خیلی نظر میدن در که مثلا واه چقدر تو گل شدی گوشتی شدی یا مثلا استخون ترکوندی من خیلی بدم میدم بس آقا من هم چپل بودم هم خیلی لاغر بودی هم خیلی لاغر بودم اول که توپل بودم به من میگفتن گوشتی بودی مثلا وای چقدر خرسی بعد مثلا لاغر شدم گفتن معتاد شدی مثلا چی شدی چرا اینجوری شدی مثلا مریضا شدی کلا فضولی دیگه آره فضولی بعد دماغ هم بود کلا بعد قبض که گونه بذارم حالا الان میگی باورش میشه چون نمیذاره این واقعا گونه هامون یه بچه‌ها قبض این گونه هاشو برداره منظورت خیلی گونه داشتم اوهای ولی واقعا خیلی بده واقعا آره. ولی آخرین نکته علمی امروز کنار نکته اخلاقی چی میگن انسانی اخلاقی ببین چقدر آدمای خوبی بود اون پشتیا چرا حرف نمیزنه اون پشتیا رو شاید به تو خوش میگذره وایس آرش من مینه تو اون یکی رو نگفتم من از 5 و 35 آرش همه سلام کنید آرش سلام آرش 5:35 اینطورا بود رفتیم الان تا دقیقه 7:03 که ما هی وسطش حرف می‌زدیم الان داریم میریم مینوت بعدی 6:37 رفتیم الان 7 یه ذره میریم الان 17:52 آرش ولی ما از 17 و مثلا 45 میزنیم چون فکر می‌کنم آره مینوتاشو بعداً می‌تونی برای آرش نه ولی اینجا بگم که بدونه چون ما قاطی می‌کنیم اینجوری 17:50 من نمیگم من داشتم اون برو اتاق عمل بعد دوربینی داشت شما میومد هم پرسه بودم مثلا این بازیگره بعد من یهو گفتم حسام همین شروع اوج کارت اینجاست گفتم بله این دومین فیلم منه بعد گفتم اولین فیلمتون چیه گفتم الان استرس دارم بتونم بهتون بگم بعد همه مثلا هی پیچ پیچ میکردم من کیف میکردم بعد آقای اسکویی عزیز دل اومد اینجوری که استرس داری حالا من دارم اینجوری میلرزیدم و اتاق عمل سرد منم ترسو اینجوری میلرزیدم بعد هی گفتم آره هست منم که کلن ترسو و خیلی ترسو نمیتونم دیگه بگم منم که ترسو نه کلن منم که خیلی ترسو اصلا نمیتونستم بگم که واقعا آقا ترس دارم دیگه سکوت کن ولم کن تو دلم میخوام دعا کنم برای خودم خیلی برای ترس دارم ولی آقای من نیستم فکر توی ولی آقا برای خودم ولی آقا همین الان یه ولی من میام برو چرا داره دوام میکنه برای خودم برای خودم عشقه داره شده داره میکنه چیه برو فرمان اینقدر ناراحتی بمونیم شب آره داریم غذا اینا هم داریم دیگه اینا را قشنگ بزن همین ماشین نظر بزن برنامه طولانی مدت داشتیم ما آره دیگه چمدون آورده بودیم سامی رو اینو سامی هم دیگه رو برای مووی ما هم پوله سیستم رو داریم اینجا مسخره میگه اولش قرار بود نه واقعا میخواستیم بپا میای رو پای من خیلی بی تربیتی بذار من قطع کنم بیام حواست نبودون بزنم تو ملاجه اگه دوری روشمون کنم سلام من به مندورم بدست
اصلا اینطور نیست. صندوق دیگه خط قرمزه. بس حالا اذیت میشه. بچه مرسی. خب خیلی خوش گذشت. شاید راست میگه. چی میگه؟ راست میگه هر وقتی میریم بمونیم. آره بابا چرا که نه؟ بعدم کاری نکردیم خیلی ما نبود. ما خودمونم جمع کردیم. همه زوبرشون جارو کردن دستشویی شدن که کرده دستشویی من شستم. ظرفای تخمرغی بوگنده رو من شستم. روی سینکشو هیچ موقع وایتکس نمیتونه وایتکس گاری کردن. لباس های منو میخواست به شوره نذاشتم. کاره عجیب غریب که خب به پایان آمد این دفتر. امیدوارم که باقی باشه. آقا مرسی که نگاه کردین این بلاگو و حالا نمیدونم چجوری در اومده. اگر خوشتون اومد کلا از این سبک بگین، ما خیلی برنامه‌های دیگه هم در نظر داریم که واسه خودمون انجام بدیم. اگر شما هم دوست دارین با ما همراه باشین و بلاگشو ببینین، بگین که فیلم بگیریم بلاگشو بذاریم. زنده باد. چرا شما باشیم همیشه دوست دارم. زنده باد. اوکی، مراقبتون باشین. خدا حافظ.